ملت ایران امسال هم به توفیق الهی، به خواست الهی، اونچنان حرکتی خواهد کرد که مشتی بر دهان دشمنان اسلام، دشمنان فلسطین باشد. ایشان غصب سرزمین اسلامی فلسطین و اسکان صهیونیست‌ها در این سرزمین را مبنای مهندسی معیوب خاورمیانه و ریشه مشکلات دهه‌های اخیر ملت‌های این منطقه دانستند و خاطرنشان کردند. اگر این توطئه نبود، این جنگ‌ها، اختلافات و دخالت‌های سلطه‌گران و زورگویان نیز به وجود نمی‌آمد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند صهیونیست‌ها و حامیانشان سعی فراوان می‌کنند تا مسئله فلسطین در افکار عمومی ملت‌ها به فراموشی سپرده شود، اما دنیای اسلام باید در مقابل این خدعه و توطئه بایستد. ایشان با اشاره به توجه خاص و تأکید امام خمینی بر مسئله فلسطین از همان اوایل شکل‌گیری نهضت اسلامی افزودند: پیروزی انقلاب اسلامی تلاش سلطه‌گران را برای فراموش شدن غصب فلسطین با یک مانع تاریخی روبرو کرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی تلاش‌ها برای فراموش شدن مسئله فلسطین افزودند: در همین چارچوب بحث شیعه و سنی و هلال شیعی را مطرح می‌کنند، در حالی که 60 سال است ملت فلسطین زیر چشم این گونه افراد تحت فشار است، اما صدایی از آنها بر نمی‌آید. ایشان سوال کردند: آیا مطرح کردن نام جمهوری اسلامی که مسئله فلسطین را بازسازی و احیا کرده است به عنوان خطر دنیای اسلام و سکوت در برابر فجایع صهیونیست‌ها خیانت نیست؟ رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در مقابل توطئه فراموش شدن فلسطین و قدس شریف افزودند: مسئله قدس برای ما مسئله تاکتیکی نیست، بلکه از اعتقادات عمیق اسلامی سرچشمه می‌گیرد و ما نجات این کشور اسلامی از سلطه و چنگال غاصبان صهیونیست و حامیان بین المللی آنها را یک وظیفه دینی می‌دانیم و دیگر ملت‌ها و دولت‌های اسلامی نیز باید با همین چشم به موضوع فلسطین نگاه کنند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: همچنان که ستاره صبح امید یک بار در پیروزی انقلاب اسلامی، یک بار در حماسه دفاع مقدس و یک بار در بازگشت آزادیگان درخشید، به یاری حق شفق امید در مسئله فلسطین نیز خواهد درخشید و این سرزمین اسلامی قطعاً به ملت فلسطین باز خواهد گشت و زائده دروغین و جعلی صهیونیستی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. مسئله غم‌انگیز این روزهای ما هم مسئله زلزله است که من لازمه نسبت به این قضیه تذکر بدم، تأکید کنم همه ملت ایران در این مسئله قطعا داغدارند و دردمندند، چون جمعی از عزیزان ما، هم میهنان ما دچار حادثه شدند، حادثه تلخی هم هست در روزهای ماه رمضان. امیدواریم انشاءالله خدای متعال با کمک خود، با الطاف خود به مسئولین کشور و به مردم عزیزمون کمک کند که بتوانند از رنجهای مردم زلزله زده آذربایجان کم کنند و بکاهند و انشاءالله اونها رو در پیشرفت کارهاشون کمک کنند و خداوند انشاءالله به اونها صبر بدهد و دلهای اونها رو آرام بکنه. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با آزادگان سرافراز همچنین این عزیزان ملت را گوهرهای بازیافته از ذخیره ایمان خواندند و افزودند: دوران پررنج اسارت آزادگان ما را به الماسهای درخشان تبدیل کرده است. ایشان با اشاره به نیاز همیشگی جامعه به آگاهی و عبرت آموزی از داستان زیبای ایستادگی آزادگان، از کمکاری در زمینه بازخوانی و بازگویی حقایق دوران اسارت این عزیزان در عرصه‌های مکتوب و هنری انتقاد کردند. رهبر انقلاب افزودند: باید چندین برابر کتاب‌های چاپ شده درباره خاطرات و واقعیت‌های دوران اسارت کتاب نوشته شود و هنرمندان و مسئولان رسانه‌ها در سطح عالی به تهیه فیلم و برنامه از آن دوران تاریخی بپردازند.
ایشان آزادگان را ذخایر و سرمایه های اسلام، جمهوری اسلامی و ملت ایران دانستند و با اشاره به بازگشت پیروزمندانه آنان به عنوان تحقق وعده الهی افسودند. امروز که ملت ایران با سلطه‌گران و زیادخواهان جهانی در حال مقابله است، به عبرت و تأمل در این سنت الهی احتیاج جدی دارد. رهبر انقلاب خاطر نشان کردند آن روز که فرزندان ملت در اردوگاه‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودند، بر حسب ظاهر دریچه امیدی بر روی آنان باز نبود، اما به علت پایبندی و عمل به آنچه پروردگار فرموده است، سنت صادق الهی درباره آنان محقق شد و سرفراز و پیروزمند به میهن بازگشتند و دشمنان آنان به زباله‌دان تاریخ پیوستند. ایشان افسودند امروز نیز ملت ایران در مقابل آمریکا دچار چالش‌هایی است که اگر همچون آزادگان عزیز به آنچه خدا گفته است عمل نماید، بدون هیچ تردیدی بر اساس وعده‌های راستین پروردگار پیروزی از آن او خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اوضاع در حال تحول دنیا افسودند بر اساس قوانین الهی تصمیمات، رفتارها و اقدامات ما در شکل‌گیری وضع جدید جهان مؤثر است که در این زمینه درسگیری از ایستادگی آزادگان می‌تواند به محکم شدن دلها و گم نکردن راه کمک کند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین لحظه لحظه پایداری پرشکوه آزادگان در دوران اسارت را موجب اجر مضاعف الهی دانستند و با تجلیل از صبر و پایداری خانواده‌های عزیز آزادگان افسودند. عزت، قدرت و صدرنشینی هر ملت در تاریخ به مجاهدت فرزندانش بستگی دارد و استقامت پیروزی عزیزان آزاده ملت ایران را در صدر نشانده است. ایشان همچنین یاد سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ابو ترابی، شهید تندگویان و دیگر شهیدان آزاده را گرامی داشتند.